نیروهای مردمی عراق دو پایگاه هوایی را در حومه غربی موسل از اشغال سنی تندروی داعش آزاد کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی السومریه، سامی المسعودی یکی از فرماندهان نیروهای مردمی عراق هشت و شبی در بیانیه گفت نیروهای ما فرودگاه نظامی واشنگتن در غرب موسل را آزاد کردند. المسعودی گفت آزادسازی این پایگاه هوایی به لحاظ راهبردی بسیار اهمیت دارد زیرا این پایگاه نقشی اساسی در تأمین تسلیحات و تجهیزات سربازان ارتش عراق دارد به افزود نیروهای مردمی هشت و شبیه همچنین شش روستا از جمله روستاهای خلف ادریس الخمیسه المدینه و عین فتحی را در غرب موسل از اشغال داعش آزاد کردند این تحولات اندکی پس از آن روی داد که نیروهای هشت شبی کنترل پایگاه هوای سهل سنجار در جنوب منطقه روان را به دست گرفتند از سوی دیگر سرلشکر رائد شاکر جودت فرمانده پلیس فدرال عراق گفت نیروهای امنیتی 291 کیلومتر مربع از مناطق غرب موسر را آزاد کردند سازمان ملل نیز اعلام کرد با افزایش درگیری ها در موشل احتمالا دویست هزار نفر دیگر نیز از این شهر فرار خواهند کرد. لیز گراند هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل گفت از زمان آغاز حمله نیروهای عراقی به موسل در 17 اکتبر 2016 تا کنون حدود 700 هزار نفر آواره شدند.